فرهاد، با وضعیت در سوریه شروع کنیم. وزارت خارجه آمریکا تحولات سوریه رو چطور دنبال میکنه؟ آیا شاهد تغییر موضع از سوی دولت بایدن در روزهای پایانی نسبت به ادامه حکومت بشار اسد هستیم؟ خب دیروز متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس خبری که با ما داشتش در پاسخ به همین سوالی که مطرح کردی به 4 مسئله اشاره داشتش. یکی این که دولت جو بایدن به دنبال تنش زدایی هستش از وضعیت پیش آمده و نه، موضع دولت جو بایدن نسبت به بشار اسد تغییری نکرده. همچنین هشداری برای جمهوری اسلامی و روسیه داشتش به خاطر مداخلشون و مطلب دیگه خواست اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد که 9 سال پیش تصویب شده برای بهبود وضعیت و آینده سوریه شد. سیاست ما نسبت به آینده سوریه تغییر نکرده است. اسد یک دیکتاتور بیرحم است که دستانش به خون آلوده است. خون غیر نظامیان بیگناه در داخل سوریه. خون مردم خودش. در نهایت آنچه ما می‌خواهیم شاهد آن باشیم یک روند سیاسی رو به جلوست. جایی که مردم سوریه باید تعیین کنند که رهبرانشان چه کسانی هستند. همونطور که گفتم قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل خواستار چنین روندی است. دولت اسد هرگز در این روند شرکت نکرده است. ما همچنان از آنها می‌خواهیم که این کار را انجام دهند. ما همچنان از همه کشورها می‌خواهیم که از نفوذ خود برای پیشبرد آن نوع فرایند سیاسی استفاده کنند که به مسیری رو به جلو برای مردم سوریه منجر شود، جایی که رژیم با گروه‌های مخالف مذاکره می‌کند. ما همچنین معتقدیم که اگر روسیه و ایران نفوذ بی‌ثبات کننده خود در داخل سوریه را متوقف کنند، مفید خواهد بود. ما شاهد بوده‌ایم که آنها به بیش از یک دهه است که به بی‌ثبات کردن اوضاع ادامه می‌دهند و همچنان نقشی را ایفا می‌کنند که نه تنها برای مردم سوریه، بلکه برای منطقه مفید نیست. خب در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر این که آمریکا به همراه یکی از همپیمانانش در منطقه خلیج فارس با وارد گفتگو شده با اسد که در صورتی که از ایران جدا بشه ممکنه تحریم‌ها رو بردارن، که دیروز هم اینو سوال پرسیدن از متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه، جواب مشخصی نداد و ادامه اینی که این تحریم‌ها 20 دسامبر یعنی 3 هفته دیگه منقضی میشه و با توجه به ترکی که همکنون هم کنگره داره محتملاً باز هم تمدید خواهد شد. فرات، همونطور که میدونیم دولت جو بایدن تا الان موفقیتی در دستیابی به یک آتش‌بس و آزادی گروگان‌های در بند حماس که برخی از اونها شهروندان آمریکا هم اصلا نداشته. از تلاش‌های وزارت خارجه در این باره بگو. خب دیروز متیو میلر گفتش که بعد از کنفرانس خبری 1-2 ساعت بعدش قرار آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میزبان راندرمر بشه که وزیر امور استراتژیک دولت بنیامین نتانیاهو هستش و این مسئله در محور اصلی این گفتگو است. In the immediate term what we want to see are de-escalation. وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن با راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل بعداً امروز در وزارت امور خارجه دیدار می‌کنند، جایی که وزیر خارجه بلینکن به بیان موضع ایالات متحده مبنی بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس مجدداً تاکید خواهد کرد. از دید ما گروگان‌ها باید آزاد شوند. ما می‌خواهیم شاهد برنامه‌هایی برای روز بعد از پایان درگیری در غزه باشیم که بتواند اداره امنیت و بازسازی را در غزه انجام دهد و این باید یک اولویت فوری باشد، نه فقط برای ایالات متحده و برای سایر کشورهای منطقه، بلکه برای اسرائیل. خب بعد از این دیدار وزارت خارجه یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرد. از این دیدار که به محور صحبت‌های این دو مسئول پرداخته بودش، درخواست و ضرورت آتش‌بس از طرف آمریکا باز هم مطرح شده که در چارچوب آن گروگان ها آزاد بشن و کمک رسانی برای مردم غزه افزایش پیدا کنه و همچنین تأکیدی که به طرف آمریکایی یعنی دولت جو بایدن داره برای اینکه برنامه‌ای داشته باشه اسرائیل، برنامه مدونی که برای فردا روز آتش بس چگونه غزه اداره شه و چگونه امنیت اونجا برقرار بشه که به امنیت اسرائیل لطمه نزنه. پیام ممنونم. گزارش زنده و مستقیم فرهاد پولادی از وزارت خارجه آمریکا.